سلام به شما بینندگان عزیز، خبرهای امروز را با آگاهی می رسانم. در پی اعتراض بخشی از داوطلبان ورود به دانشگاه ها به نتایج کنکور سراسری، وزارت علوم ظرفیت بعضی از دانشگاه ها را 10% بالا برده است تا دانشجویان بتوانند دوباره انتخاب رشته کنند. بنابر گزارش خبرگزاری بی بی سی، عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش گفته است 10% به ظرفیت رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و بهشتی اضافه شده و در هفته اول مهر ماه تمام داوطلبان کنکور سال جاری می توانند دوباره انتخاب رشته کنند. برای داوطلبان رشته ریاضی نیز 10% به ظرفیت رشته های مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و عمران در دانشگاه های صنعتی شریف، امیر کبیر، تهران، علم و صنعت و خواجه نصیر اضافه شده است. در رشته علوم انسانی 10% بر رشته حقوق دانشگاه های تهران، بهشتی و علامه طباطبایی افزوده شده است. وزارت علوم در حالی تصمیم به اضافه کردن ظرفیت های این دانشگاه ها گرفته است که تعداد زیادی از داوطلبان بعد از اعلام نتایج کنکور ورودی دانشگاه ها با تجمع جلوی سازمان سنجش به نتایج کنکور و گزینش بومی اعتراض کردند. شورای فعالان ملی و مذهبی با انتشار بیانیه‌ای به نقض حقوق مدنی هموطنان اهل سنت اعتراض کرده است. در آستانه ماه مبارک رمضان مطلع شدیم مدرسه امام ابو حنیفه در عظیم‌آباد زابل توسط نیروهای انتظامی و بولدوزر تخریب و با خاک یکسان شده و مسجدی دیگر در استان گلستان پلم شده است. همچنین مولانا احمد نارویی روحانی برجسته اهل سنت سیستان و بلوچستان با انتصاب اتهاماتی توسط دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شده است. پس از ابلاغ اساسنامه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از طرف رئیس جمهور، نظارت دولتی و دخالت در مسائل مذهبی و مدارس مذهبی و مساجد اهل سنت تشدید شده و علی رغم نامه مجمع نمایندگان اهل سنت مجلس به رئیس جمهور، روند نامداراگری و برخوردهای غیرقانونی با مدارس و علمای اهل سنت ادامه یافته است. در شرایطی که جمهوری اسلامی در برابر تعرض به مسلمانان و مساجد آنها در گوشه و کنار جهان واکنش نشان می‌دهد، تعرض به مسجد هم‌میهنان مسلمان ما مصداق سیاست‌های دوگانه در داخل و خارج است. نامداراگری مذهبی، تخریب مساجد و مکانهای مذهبی، دخالت دولت‌ها در مدارس و حوزه‌های علمیه را مصداق نقض قانون اساسی و حقوق ملت دانسته و نسبت به عواقب و مخاطرات چنین سیاست‌هایی هشدار می‌دهد. همچنین مدتی است فشار بر فعالان سیاسی و مدنی در بین هموطنان کرد ما اعم از شیعه و سنی تشدید شده است. یکی از آخرین اقدامات در این روند بازداشت معلم ملی و متعهد مسئول کردپور می باشد. ما تشدید فشار به هموطنان کرد را نیز عملی خلاف قانون و نقض حقوق بشر و مغایره وحدت، امنیت و منافع ملی می دانیم و خواهان توقف این روند هستیم. 10 حقوقدان و وکیل برجسته دادگستری با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان براءت یوسف عزیزی بنی طرف از اتهامات وارده شدند. متن این نامه خطاب به شاهرودی چنین است: ما جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری امضا کنندگان این نامه شناخت خود را از آقای یوسف عزیزی بنی طرف به شرح زیر اظهار می داریم. ایشان از روشنفکران عرب ایرانی، روزنامه نگار و نویسنده مستقلی است که دارای 24 کتاب و صدها مقاله و زبانهای فارسی و عربی است. وی طی 4 دهه گذشته در آثار ادبی و پژوهشی خیش کوشیده است ادب و فرهنگ معاصر عرب را به ایرانیان و ادب فارسی را به جهان عرب معرفی نماید. خدمت ایشان در این زمینه بر کسی پوشیده نیست. از این رو صدور حکم 5 سال زندان برای آقای بنی طرف ما و جامعه فرهنگی و مطبوعاتی ایران را شگفت زده کرد. لذا با توجه به سابقه و شأن فرهنگی ایشان تقاضا داریم پرونده وی به شعبه از دادگاه های تزدید نظر ارجاع شود که قضات محترم آن با تسلط بیشتر بر امور فرهنگی بتوانند قضاوت شایسته‌ای در مورد این شخصیت فرهنگی کشور داشته باشند. امضا کنندگان این نامه از آقای عزیزی بنی طرف سابقه ای غیر از خدمات فرهنگی و مطبوعاتی
در عرصه ملی و به ویژه درباره فرهنگ مردم عرب خوزستان سراغ ندارند و ایشان را شایسته اتهامات مندرج در دارنامه بدوی نمی دانند. امضا کنندگان حسن اسدی زیدآبادی، پرویز خورشید، دکتر ناصر زرفشان، سید محمد سیفزاده، عبدالفتاح سلطانی، دکتر محمد شریف، دکتر ناصر طاهری، شیرین عبادی، احمد فتحی، دکتر یوسف مولایی. گزارش جدید سازمان بین المللی انرژی اتمی به دنبال مذاکرات چند ماه گذشته با جمهوری اسلامی اکنون آماده شده و هفته آینده به کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تحویل داده خواهد شد. بخش مطبوعاتی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گزارش داده است. محمد البرادعی مدیر کل این آژانس گزارش جدید خود را درباره مسئله هسته‌ای ایران روز دوشنبه 15 سپتامبر ارائه می دهد. بنابر خبرگزاری های بین المللی این گزارش به سفرهای 35 کشور عضو شورای حکام ارائه می شود و در نشست عادی این شورا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این گزارش معمولاً یک هفته پیش از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می شود. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز از وین، بسیاری از دیپلمات‌های غربی معتقدند که در گزارش جدید البرادعی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بن‌بست در همکاری‌های این نهاد با ایران منعکس خواهد شد، زیرا که ادامه مذاکرات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طول تابستان پیشرفتی نداشته است. به دنبال توافقات دولت روسیه با هیئت اتحادیه اروپا در مسکو در هفته گذشته، نیروهای ارتش این کشور امروز بندر پوتی در خاک گرجستان را ترک کردند. گرجستان تأیید کرده است نیروهای روسیه از بندر پوتی خارج شده و دو پست نظامی در اطراف این بندر را نیز ترک کرده اند. بنابر گزارش خبرگزاری ها، روسیه هفته گذشته قول داد تا روز 15 سپتامبر نیروهایش را از پوتی و منطقه موسوم به امنیتی در داخل خاک گرجستان خارج کند. این منطقه در اطراف دو منطقه استیای جنوبی و ابخازی قرار دارد، ولی تأکید کرده بود که نیروهای روسیه در دو استان استقلال طلب استیای جنوبی و ابخازی خواهند ماند. دیمیتری مردوف رئیس جمهور روسیه دوشنبه گذشته 8 سپتامبر پس از دو ساعت گفتگو با نیکولا سارکوزی همتای فرانسوی خود موافقت کرد پس از استقرار 200 ناظر صلح اتحادیه اروپا در خاک گرجستان خروج نیروهای خود از این کشور را آغاز کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است نیروهای روسیه 5 پست بازرسی را که در طول ساحل دریای سیاه به منظور نظارت بر تردد دریایی ایجاد کرده بود تعطیل کردند و در ستونی از کامیون‌های نظامی و خودروهای زرهی به سمت ابخازیا عقب نشستند. پاپ برای سفری 4 روزه وارد پاریس پایتخت فرانسه شده و بعد از دیدار با نیکولا سارکوزی در کاخ الیزه در مراسم مختلف مذهبی نیز شرکت کرده است. پاپ بندیکت 16 هم دیروز با ورود به پاریس در کاخ الیزه مورد استقبال نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه قرار گرفت و امروز مراسم عشای ربانی را در هوای باز در پاریس برگزار کرد و قرار است راهی شهری در جنوب باختری فرانسه شود. بنابر گزارش رویترز پاپ در سخنانی که در کاخ الیزه بیان کرد از دوران تاریخی جدیدی نام برد که در آن فرهنگ‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند و به همین جهت بسیار اهمیت دارد که بتوان درباره مفهوم لایسیته بازاندیشی کرد و اضافه کرد از دیدگاه وی ایجاد فاصله میان سیاست و مذهب یک امر بنیادی است که هم آزادی دینی شهروندان را تضمین می کند و هم مسئولیت دولت در قبال مردم را روشن نگاه می دارد. نیکولا سارکوزی هم طی سخنانی یادآوری کرد ما نباید بنیانهای مسیحی خود را نادیده بگیریم. این سخنان رئیس جمهور فرانسه واکنش هایی در میان طرفداران لایسیته فرانسوی ایجاد کرده است. حزب سوسیالیست فرانسه و حزب سبزهای این کشور و شورای ملی انجمنهای خانوادگی لائیک و انتشار اعلامیه ای مداخلات مذهب در سیاست را محکوم کردند. هفتاد و سومین دور جشن اومانیته
از عصر روز جمعه در پاریس آغاز شده و غرفه ایران در این جشن امسال با مشارکت و همکاری سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، سازمان فدایان خلق ایران اکثریت و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران مورد بازدید شرکت کنندگان در این جشن قرار گرفته است. ما روی خط تلفن دکتر حسن نادری رو داریم که در این رابطه اطلاعات بیشتری رو در اختیار بینندگان عزیز قرار خواهند داد. آقای دکتر نادری با ما هستید؟ بله. تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و خواهش میکنم برای ما روشن بکنی که اصولا افتتاح و برگزاری مراسم چطور آغاز شد. قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت بینندگان تلویزیون تیشک و هموطنان ما. امروز با شما مصاحبه میکنم. در حال حاضر میخوام یه اطلاعی بهشون بدم که بیش از 500 هزار نفر در این جشن شرکت کردن که از اقصانقاط فرانسه اومدن، از جمله احزاب و سازمانهای سیاسی خارجی، متعدی ترقیق و چپ در اینجا دعوت شدن، از جمله مدعوین همونطوری که فرمودید، سازمان اتحاد فدایان خلق ایران هست، سازمان فدایان خلق ایران اکثریت و شورای مبارز سوسیالیست های ایران. و باید اضافه بکنم که این برای اولین بار هست که ما سه سازمان در یک غرفه کنار هم هستیم و این هم به خاطر نگرانی های ما از وضعیت ایران بود که ما رو وادار میکنه که سازمان های سیاسی بیش از پیش به تفاهم برسن و از این پراکندگی جلوگیری بکنن. و شما توجه دارید که قدرت نظام، قدرت جمهوری اسلامی نه در قدرت واقعیش هست بلکه در پراکندگی و ندانم کاری احزاب اپوزیسیون واقعی است. امیدواریم که در ماها و سال آینده از این ستاب بیشتر بشه و به اصطلاح تفاهمات بیشتر بشه، خواستهای ما بیشتر بشه، بتوانیم واقعا در مقابل این نظامی که بیش از پیش درنده شده است بیستیم. بفرمایید. نکته اینو که میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که ما امروز در ساعتی که افتتاح این جشن اومانیته بود و سردبیر روزنامه اومانیته سخنرانی کرد، در این سخنرانی مسئله بسیار با اهمیتی درباره ایران گفته و اون که فشار آمریکا به جمهوری اسلامی در خصوص مسئله هسته ایران یک مسئله هست که شبیه ریختن آب به آسیاب ارتجاع هست، بدین معنا که کمک میکنه به وضعیت جمهوری اسلامی ایران که این بیشتر درنده تر بشه و سرکوب بشه بیشتر بکنه و هر نیروی رو که بخواد اعتراض بکنه به بهانه نمیدونم ستون پنجام یا به بهانه این که اینها مخالف پیشرفت هستن سرکوب خواهد کرد. پس چه چیزی است و ایشون خیلی خوشحال بودن از حضور و همگرایی و کمک این سه سازمان به حضورشون در جشن اومانیته. بنده فرصتی داشتم که با کنسول ونزوئلا و کوبا یک دیداری در همونجا خصوصی داشتیم، موضوع رو مطرح کردیم که آجو ما برای شما نامه فرستادیم و شما خواستیم که شما با آقای احمدی نژاد در یک خط قرار نگیرید، ما ماهیت نظام شما برای احقاق حقوق زحمتکشان و پیشرفت ترقی کشور شما را درک میکنیم، اما بودن در کنار احمدی نژاد به عنوان یک فرد ضد آمریکایی این بدان معنا نیست، ضد امپریستی نیست، بلکه از موضع ارتجاعی با آمریکا برخورد میکنه و شایسته نیست که شما در کنار رهبران جمهوری اسلامی باشید و بگویید که ضد آمریکایی است. مسئله دیگه ای که باید خدمتتون عرض کنم اونی که هر ساله یک موضوع خاصی رو که بنا به شرایط جهانی مطرح هست مطرح میشه و امسال موضوع فلسطین بود و اینکه احزاب چپ بخصوص حزب کمونیست حمایت خودش رو از صلح
و شکل‌گیری دولت فلسطین در کنار دولت اسرائیل به صورت مسالمت‌آمیز شکل بگیره و اینکه این دو دولت بتوانند صلح‌آمیز در کنار هم به عنوان دو ملت زندگی مسالمت‌آمیزی رو داشته باشن. بله خیلی متشکرم آقای دکتر نادری. شما این سه سازمان که غرفه ایران رو اونجا تشکیل دادید برای اتحاد عمل بیشتر بازم برنامه های دیگه ای رو هم دارید؟ بله، اتفاقا هدف اصلی ما در برگزاری این غرفه ایران با این سه سازمان این هست که ما باید در روزهای آینده اتحاد عمل بیشتری داشته باشیم. در روزهای آینده فراخوان ما به دیگر نیروهای ترقی‌خواه، به دیگر نیروهای دموکرات و خواهان آزادی و رفاه ملت ایران بیشتر بشه، ما بتوانیم به تفاهم بیشتری برسیم و در این زمینه ما سه سازمان آمادگی گفتگو با چه احزاب و چه افراد منفرد که در این راه خدمت می‌خوان بکنن، در این راه فکر می‌کنن، در این راه مبارزه می‌کنن فراخوان خواهیم داد و دست به اصطلاح همکاری به سمت این گروه ها دراز خواهیم کرد، با کمال میل بتوانیم همکاری بکنیم. تا ما به وارد اصل دیالوگ نشیم، گفتگو نشیم، مسائل حل نخواهد شد. ما این ضرورت تاریخی رو درک کردیم و معتقدیم که تداوم این رژیم بستگی به پراکندگی نیروهای اپوزیسیون دارد و می تواند پایان این نظام منوط باشد به اتحاد عمل همه احزاب، سازمان های سیاسی، چپ، دموکرات. بله خیلی متشکرم. من آخرین سوالم اینه که شما در غرفه ایران چه چیزایی رو بیشتر عرضه کردید و نشون دادید؟ بله، در غرفه ایران ما به اصطلاح شعارهای ما یکی آزادی زندانیان سیاسی هست، آزادی دانشجویان زندانی و آزادی به اصطلاح کارگرانی که دستگیر شدن و همچنین ما در اینجا خواستار این بودیم که حق ملیت‌های دیگه که در کشور ما هستن، حق هموطنان کرد، آزادی به طور مساوی مورد نظر و احترام همه قرار بگیره و این ستم رو رفع بکنم. آقای دکتر حسن نادری خیلی تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و اطلاعاتی که در اختیار بینندگان ما قرار دارید. ممنون. بینندگان عزیز به پایان خبرهای امروز رسیدیم. موفق باشید.